آسمان را بنگر که هنوز بعد صدها شب روز مثل آن روز نخست گرماوی و پر از مهر به ما میخندد، یا زمینی را که دلش از سردی شبهای خزان نشکست و نگرفت بلکه از عاطفه لبریز شد و نفس از سر امید کشید تا بگوید عزیزم پر امنیت احساس خداست. ماه من غصه چرا؟ سلام، عیدتان مبارک، عید قربان مبارک. آرزو میکنم جور و صحت و سلامت باشید. امروز گروه های مختلف اینجا است. خانم پرستش پریس باز دوباره اینجا تشریف آورده و علت شما آهنگ جدید شد. همچنان گروه چکاک باند، البته متاسفانه این فهم مرا میبینن سیاه میپوشن یا همیشه سیاه پوش هستن. همچنان نوازنده های عزیز داریم اینجا و از او راه های دور و دور از پامیر بدخشان فرزان منگل آمده و بالا امروز بر ما بدخشی میخوانه. مهمان های بسیار عزیز داریم، نوازنده های عزیز است و خیلی سپاس از همکارانم یک بار دیگه که بر ما هم وقت دادن. آلیم چکاک باند، دار و ندارم را بگیر. بس خوش بچه هایی که هستین ادخل چک چک بزنیم. علی بابا بسیار علی، صبح خیر، عیدتان مبارک، عید قربان مبارک. خوش آمدین بسیار زیاد بکتاش عزیز، جواد عزیز، گروه چکاکبان بار دیگر خواندن و علت شمی است که پرستش پرس چکاکبان بار چندم از همراه ما دیده میشن در برنامه ویژه سال نو، عید رمضان و عید قربان. علت شم خاصی است که کار جدید میکنن و آهنگ جدید و هنرمندای جوان. خیلی خوش آمدین، از سر شما سلام خدمت شما و همچنان خدمت بینیدهای بسیار خوبتان. عید قربان برشان تبریک باشه، انشالله که عید خوب داشته باشن و بنیابت از بینیدهای شما مبارک باشه، زنده باشن. خب من سلام عرض میکنم خدمت خودت و عیدت مبارک و همچنان دوستای کمیل ازم ما را از طریق تلویزیون یک تماشا میکنن، عیدشان مبارک باشه. ایتور مبارک. البته ما سه نفر رو قدر تغییر نکردیم ولی پرستش پرست باز کم تغییر داره، مویای خود رنگ کرده. ایتور مبارک، پرستش پرست خوش آمدید. سلام سهراب جان، صبح بخیر. عید شما تبریک باشه و همچنین عید تمام هموطنان عزیزم که همین لحظه ما را لایو از تلویزیون یک مشاهده میکنن. خدا کنه یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. خیلی خوب. تغییرات دیگه چطور کنم؟ خود تغییرات باشه دیگه، مگه اگه یک نواخت باشه ما خاطر کن میباشن. ولی ما یک نواخت هستیم متاسفانه، چطور کنیم؟ بود افهم من نمیفهم، چند برنامه چکاکبان ندیدم دیگه لباسام پوشیدن ولی باز همراه ما رسیدن. بود افهم پرسان کردم چرا سیاه ولی سیاه پوشیدن دوست دارن. به گفته یک مثال کوتاه میگه مشکی رنگ عشقه. خب دیگه همیشه عاشق هستن، هنرمند هستن دیگه، شاید به خاطر همین همیشه رنگ سیاه انتخاب میکنن. هنرمندای جوان هنوزم پیش ما هست. برای سپرس امروز چی میخوایی بخوانی بر بیننده؟ برای تلویزیون یک و تمام بیننده هایشان توفه آوردم آهنگ بسیار جدید است. دو آهنگ بسیار جدید است و البته اگر که اجازه باشه سه آهنگ اجرا میکنم برایشان. خدا کنه که خوشایند باشه. هر کدام از آهنگ که شما علاقمند باشین همون رو میتونیم که نه از جدید است دیگه، من مطمئن هستم ان شاء الله. خب پس اولین آهنگ که جدید در طول می یک دو هفته پیش آماده شد ولی زیاد وقت در بر گرفته بود که روش کار کردیم، آهنگ گریه رو برایشان اجرا میکنم. درست است چکاک باند جواد و بکتاش، شما هم یک آهنگ دارین حتما، یک آهنگ خوب و مقبول و زیبا. خب بله، ما در خدمت هستیم. خب ما هستیم اینجا، اما میریم پس دوباره به اوی استیدیو پیش همکارای عزیزم باز دوباره برمیگردیم. اینجا خب خبرای زیاد است، بالا گفتم از پامیر و بدخشان آمدن، چکاک باند و پرستش پرست نوازنده هم هستن، مهمانای دیگر هم هستن که تا ساعت ده که امروز ما رو بیننده هستین حتما با ما هستن. حالا پس بریم به اوی استیدیو. بله خیلی سپاس از فرزان منگل با آهنگ زیبای بدخشیش که خیلی لذت بردیم. حالا هم پرستش پرس آهنگ جدید و جدیدش در روز عید گریه میگه، ولی شاد است حتما. با هم میشنیم. Yer yakın bahane kalbam, yer yakın keruban.
دردم. بله همیشه همیشه خانم سلطان درد همیشه ساش کم گپ بزنیم. گیریه کن با حال قلبم سلطان دردم پرستش پرست است. گیریه هم که رو با مرگم در روزای عید چطور کنیم دیگه؟ عالی است. ما یک چیزی که متوجه شدم پرستش پرست از سال نو تا حالی که اولین بار دیدم خیلی تغییر کرده، جدا از آهنگای جدید خودش هم خیلی تغییر کرده، با جرأت شده، هرچند اون در پیشه بوده. بله سلامت باشین. ولی خیلی خوب پیشرفت بوده به نظر من. خب وقتی که آمدم افغانستان در طول این 6 ماه طبعا سعی کردم که از فرصت استفاده کنم. وقتی که میگن که وقت طلاست، به همین که یعنی ما بتونیم از هر لحظه زندگی یک استفاده خوبی را یعنی بسیار خوب. این همه فعالیت، این همه سرعت نسبت به دیگرها چرا؟ خب ما یک همه که خیلی بدو است اون دورست مهمی شمی تو باشه یک بار باز گم نشد اگر نه خواهیش میکنم نه تصمیم های مد از زندگی گرفتم بخاطر که سالها بود انتظار کشیده بودم و دیگه وقتی حس درونی با ما گفتش که علاقه دارم به هنر و موسیقی یا سینما پس باید پشت کار داشته باشم و پشت کار نداشته باشم فایده نداره دیگه. آدم در هر عرصه که قدم پیش میگذاره باید پشت کار داشته باشه. این حسه که پرستش پرست داره به من قدرت میده و شما هم خواهش میکنم. سلامت باشید. ما هنوز هم اینجا هستیم، میریم یک وقفی کوتاه داریم. برای ما اینجا هست چکاگوان پرستش پرست هنوز هم با ما هست. تشکر. بله بسیار عالی. آهنگای بدخشی خیلی دلنواز است، خیلی دلنشین است. ما هم هنوز اینجا هستیم. با گفته یک خانم بسیار مقبول، یک خانم بسیار زیبا برتان میخوانه پرستش پرست آهنگ دوم خود اجرا میکنه. تشکر بسیار زیاد. تشکر. بله من اینجا هستم با گفته پرستش پرست. چند روز بند دل ما از تو خبر نمی آیا همین تو چیزایی وقفه داره. چشمانی که هر شب اسیر و انتظاره قسم دادم خدا را با ماه و با ستاره با آن چشمانی که هر شب اسیر
چشمانه که هر شب اسیر و انتظاره، قسم دادم خدا را با ماه و با ستاره، با آن چشمانه که هر شب اسیر و انتظاره، به سر و به صنوبر با برگ گل لاله، قسم دادم خدا را تو را بر من بیاره. بله، کی را قسم دادی؟ قسم دادم خدا را. باب بیلا گفته رد یا باب بیلا عجب کار کردی. خب، بسیار عالی بود. تشکر. ایدا در افغانستان چطور میگذره پرست؟ بسیار خوش هستم. اگر که متوجه باشه تقریبا دیگه 6 ماه شد که کابل هستم. بله، تنهای تنها. بخ خدا تنهای هستم. من درکت میکنم. چطور کنم؟ بعضی وقتا میگن که به خاطر اینکه بخوای به وضع صدف ها برستی باید از بعضی چیزها بگذاری. من تقریبا 6 ماه شد الان از فامیل دور هستم، تک و تنها در کابل. هرچی که فامیل های پدری و مادری باشه، باز هم پدر جان مادر جان یا خواهر و برادر که نباشه و گپ جداست. آدرس بدین که همکارای ما سایت هستن، میگن روزایی تنها نباشین، بین خانه بین. سلامت باشین. والا ما آدرسم همیشه تغییر میکنه. خدا رحمت بده. یک نواخت نمیتونه یک جای تحمل بیاره. بیشتر گفتین که به خاطر بد ساوردن یک چیزی باید یک چیز عزیز بدین. بله. بعد یک دیالوگ افتیدم خیر است این دنیای بزرگ که گپای خود اتفاق میفته. خیلی سپاس. ما واقعا تشکر. خوشحال هستم بر خودت و آرزوی موفقیت میکنم، به خاطر که کارهای بسیار خوب پیش میره. سلامت باشی. آهنگای زود میکشی، انشالله که همیشه همینطور باشه، همیشه زحمت بکشی. تشکر. و علاقمندایتم هر روز زیاد شده برا. در فیسبوک چقدر فالوور است؟ همین فیسبوک یکم یک مشکل است که من کوتاه یک روشنی بندازم برای همتون عزیز. از ته دل سوال کردم. به خدا از ته دل سوال کردی که همتا دوستا میفهمن نام اصلیم پروانه است، ولی در فیسبوک یا لایک پیشم بگم پرستش پیرس میوزیک که مثلا استیج کنن. ای بابا کشتن مرا به خدا. حالا اگه ما پرستش پرس میگم جنجالت میخیزه، میگه پرستش پرس. به خاطر که درست باید تلفظ شوه. مثلا حالا چی معنا میته میخوایم؟ معناش که پیش خود مثل همی که نوشتم چی میگن عشق یعنی نقطه نقطه و ماماتا یک. خب سی دفعه پوتش کرده بودین از یادم رفته. این سوژه خوب بود صحبت میکردیم. خیلی سپاس. الانگوی زیاد شده. چی میگه چوریا این زیاد شده. چوریا زیاد شده. نه من متوجه بودم، گفتم البته از یادم رفت، گفتم در رابطه با عشق یعنی میشه تعریفش تغییر کرده باشه. بله برش داد تغییر نخورده، او هم پوت شده بود زیر چوری ها اگه نپرسان میکرده. حالا وقت با کم هست، خیلی سپاس، تشکر که تشریف آوردین. زنده باشین. بازم ایتان مبارک باشین. تشکر. اید شما و همچنین اید تمام بیننده های تلویزیون یک تبریک باشه و تشکر میکنم از تمام بچه های تیم تلویزیون یک که زحمت میکشن پشت صحنه و سپاسگزار هستم که باز هم مجدد مرا در یک روز بسیار خوش دعوت کردن. سپاس. من خیلی شوخ نیستم، خب شاید بعضی ها دیده باشن عاجز هستم، ولی زبانم کمکی از پیش میروم، خصوصا که به گوشم پروسر برنامه چیز بگه. مثلا این سادم که خواهش میکنم. خوشحالم. دوست عزیز پرستش پرس رفتنی است. چند لحظه بعد یک بار دیگه هم نوبت من میرسه که من بیایم بر شما برم در کنار فرزان منگل. اما از این جنه میریم اون بالا که کم سنتی است.